تأثیرم انتخاب نمیکنه. سودابه میگه که هر آن کس که از دور بیند تو را شود بیهوش و برگزیند تو را، از این خوب رویان به چشم خرد نگه کن که با تو کن در خورد. بابا اینا همه دارن برای تو میمیرن، یکی انتخاب کن ببین کی شایسته ای توه. سیاوش خاموشه، برای مدت طولانی ساکت، هیچ حرف نمیزن. وقتی زمانی میگذره و او لب به سخن باز نمی کنه، سودابه روبنده ابریشمین خودش رو کنار میزنه و میگه میدونم که چرا هیچ سخن نمیگی، برای اینکه این دخترکان همانند ماه نو میمونن که در مقابل نور خورشید که من باشم هیچ نوری نداره و تو منو میخوای. اکنون اگه با من پیمان ببندی، من یکی از این دختران نارسیده رو به تو میدم تا پرستار تو باشن تا هنگامی که کاووس رخت از این جهان میبنده. وقتی که کاووس رفت، بعد تو به عنوان شوهر من باشی، به عنوان همسر من باشی. من اینک به پیش تو استادم، تن و جان شیرین تو را دادم. ز من هر چه خواهی همه کام تو، برآورم نپیچم سر از دام تو. رخان سیاوش چو گل شد ز شهر، بیا راست مژگان به خونابه گرم. بله، سیاوش در دلش میگه که خداوند و منو از اهریمن دور بدار، و با خودش میاندیشه که اگر من بخوام این زن جادو رو برنجونم با سخنانم، خب این در نهان با جادو و نیرنگ پدر رو بر علیه من میشورونه، و پس بهتره که با آوای نرم با او سخن بگم و اونو دشمن خودم نکنم. پس به سودابه میگه که کسی جز شاه ایران شایستگی همسری تو رو نداره، تو دختر خردسال خودتو به نام من بکن تا وقتی که بزرگ شد من اون رو به همسری خودم در بیارم. بگفتین و غمگین برون شد ز در، ز گفتار او بود آسیم سر. روز دیگه دوباره سودابه او رو در شبستان میخونه و به اون میگه که کاووس گنجی برای تو فراهم دیده که 200 پیل یارای کشیدن اون رو ندارن، من همه اونها رو با دخترم به تو میدم. به تو داد خواهم همی دخترم، نگه کن به روی و سر و افسرم. بهانه چه داری که از مهر من بپیچی و از ماه فش چهر من؟ یکی شاد کن در نهانی مرا، ببخشای روز جوانی مرا. سیاوش بدو گفت هرگز مباد، که از بهر دل من دهم دین بباد. چون این با پدر بی وفایی کنم، ز مردی و دانش جدایی کنم. تو بانوی شاهی و خورشید گاه، سزد که از تو ناید بدین سان گناه. خب سودابه وقتی میبینه که هیچ جوری این آقا به هیچ صراطی مستقیم نیست، با ناخن صورت خودشو خراش میده، لباساشو چاک چاک میکنه، افسر رو از سر میندازه. این هم بگم که افسر چیه؟ افسر تاجیه که زنان شاه ملکه به سرش میذاشته. تاج رو شاه معمولا به سر میذاره و افسر رو همسر شاه. بله، و شروع میکنه به داد و فغان و فریاد. خبر به کاووس میرسه، کاووس از تخت شاهی پایین میاد، به سوی شبستان میخره و حرکت میکنه، و وقتی که سودابه رو در اون حال میپرسه، علت رو میبینه، علت رو میپرسه. سودابه میگه که بله، سیاوش به تخت من نزدیک شد، من قصد داشتم که یک دختری از این دخترکان شبستان رو برای او انتخاب کنم و به همسریش در بیان، ولی اون گفت نه، من تو رو میخوام، و به من آویخت و افسر منو از سرم پایین آورد. خب دوستان، همطور که میبینین این داستان بسیار شباهت داره به داستان یوسف و زلیخا. بله، پراندیشه شد زان سخن شهریار، سخن کرد هر گونه‌ای خواستار. به دل گفت این راست گوید همه.